مقامات رژیم آخوندی در ماه‌های گذشته بارها در عمل و حرف به دست بردن در جیب مردم برای رفع بحران اقتصادی خود تاکید کردند. از جمله میتوان به اظهارات آخوند روحانی مبنی بر افزایش مالیات‌ها در سال آینده اشاره کرد. اما مهمترین مورد در این میان سه برابر کردن قیمت بنزین با دستور صریح خامنه‌ای بود که جرقه قیامی سراسری را در ایران زد و رژیم را تا آستانه سرنگونی پیش برد. آقا آتشین می شود. سوال این است که چرا رژیم آخوندی با وجود اشراف به خطرات چنین اقداماتی باز هم به اقدامات مشابه دست می زند؟ محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان برنامه بودجه رژیم در مقاله گوشه‌هایی از واقعیت را اعتراف کرده است. این فرد که روزنامه حکومتی جهان صنعت از او به عنوان محرم اسرار سه دولت خاتمی، احمدی نژاد و روحانی نام می‌برد، در مقاله خود از جمله نوشته که برای پایداری بدهی‌های دولت لازم است در هر سال حدود 3% تولید ناخالص داخلی، تعدیل مالی یعنی افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها و یا ترکیبی از آنها از سوی دولت انجام پذیرد. و تأکید کرده که این مهم از مسیر ساماندهی معافیت‌های غیر ضروری و توسعه پایه مالیاتی به میزان 25 هزار میلیارد تومان، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به میزان 20 هزار میلیارد تومان و اصلاح قیمت‌های حامل انرژی به میزان 15 هزار میلیارد تومان میتواند تحقق یابد. کردبچه با تجویز فشار بیشتر روی مردم، دولت را ملزم به زدن تیر خلاص به تأمین اجتماعی آبکی فعلی و حمایت از بانک‌های غارتگر دانسته و می‌افزاید لازم است که نسبت به بازنگری در برخی از احکام رایج در بودجه سال 1398 کل کشور و سایر مقررات مربوطه که اکثرا مرتبط با تأمین اجتماعی و نظام بانکی کشور است و در عمل منجر به تحمیل تعهدات مالی به دولت می‌گردد، اقدامات لازم صورت گیرد. این مقاله تاکید می‌کند که حجم مانده بدهی‌های دولت از 25 هزار میلیارد تومان در اسفند ماه سال 1394 به 343 هزار میلیارد تومان در آذر ماه 1397 افزایش یافته که نشان دهنده رشد معادل 67% است. به این ترتیب رژیم آخوندی در بنبستی وحشتناک از نظر اقتصادی و سیاسی قرار گرفته. از یک سو می‌خواهد یک بار دیگر با دست درازی به جیب مردم بدهی‌های نجومی دولتش را کاهش دهد و از طرف دیگر در حراس از بروز و خشم انفجاری جامعه و برپا شدن قیامی مجدد مجبور است دست به عصا راه برود که همه اینها نشانگر عمق بحران‌های علاج‌ناپذیر در نظام آخوندی است.